بینندگان عزیز کانال جدید، سهیلا ابوالحسنی هستم با یکی دیگه از برنامه‌های تهیه شده در فدراسیون سرسری پناهندگان ایرانی در کنار عبدالله اسدی، دبیر فدراسیون سرسری پناهندگان ایرانی. امیدوارم که تا انتهای این برنامه با ما باشید. آقای اسدی، به برنامه خودتون خوش اومدید. خیلی ممنون. به شما و بینندگان عزیز من هم سلام عرض می‌کنم، در خدمتم. خواهش میکنم. ما سوالهای زیادی رو از طرف شما دوستان از سراسر دنیا دریافت کردیم. خب امروز رو این برنامه رو اختصاص دادیم برای جوابگویی مجدد به سوالات شما عزیزان. به دلیل کمبود وقت بدون هیچ اتلافی من سوال اول رو مطرح میکنم. سوال اول مربوط به شخصی است که از ایران برای ما ایمیل زدن. با عرض سلام و ادب جناب آقای اسدی، این جانب دارای همسر و فرزند و دارای کیس مذهبی و ساکن فعلی ایران و متقاضی پناهندگی در ترکیه هستم. دوست گرامی، بنده جز نامه‌ای برای اثبات کیس هم چیز دیگری در دست ندارم و هیچ گونه آشنایی و حتی نمیدانم چگونه به ترکیه بروم و در آنجا درخواست بدهم. در صورت امکان من را راهنمایی بفرمایید. سلامت و پیروز باشید. البته فکر می‌کنم سوالشون خیلی کلیه، ولی باز تا جایی که امکان داره. خب این گفته که من متقاضی پناهندگی در ترکیه هستم در واقع، ولی هنوز تو ایرانه. بله. که هنوز نرفته و کیسشون هم مذهبیه. کیسشون هم مثلا مذهبیه. خب اینا در درجه اول باید راهی پیدا بکنن از ایران خارج بشن دیگه. خب معمولا ما مثلا مثل فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی قدرت انتقال کسی رو از ایران به کشور ترکیه یا به کشور اروپایی نداریم. یعنی این استنباط نباید بشه که گویا ما مثلا برای انتقال آدم ها از کشوری به کشور دیگه هم میتونیم کاری بکنیم. خب این در حیطه قدرت و کار ما نیست. کاری که فدراسیون میکنه بیشتر آگاهگری هست، راهنمایی پناهندگان برای گرفتن پناهندگی هست، برای اینکه شاید پناهندگی رو به خوبی درک کنن و بعد درک این شرایط کشور رو ترک کنن و یک کشور و در یک کشور دیگه درخواست پناهندگی بکنن. این دوستمون هم واقعا قبل از این که به فکر این هم باشه، باید به فکر این باشه که میره ترکیه. اینو باید بدونه که 4.5 سال تا 5 سال توی ترکیه میمونه، به دلیل اینکه الان روند پذیرش پناهندگان در ترکیه بسیار بسیار کند پیش میره و بالاخره اونجا باید خودشو معرفی کنه به UN، به سازمان ملل. اون گفته که من هیچ رای ندارم و بلدم نیستم و فلان. اون باید بره ترکیه یا در شهر آنکارا یا در شهر وان، یعنی در مرز ایران هست، دو تا مقر مرکزی او کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل داره، یکیش در وان هست، یکیش در انکارا. یعنی باید بره یا انکارا یا وان، اونجا درخواست پناهندگی بکنه. بعد شاید اینجوری هم هست، اون به محض اینکه درخواست پناهندگی میکنه از سازمان ملل باید با پلیس هم تماس بگیره و همون داستان پناهندگیش که به UN یا دفتر کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل مثلا ارائه میده، همون داستان هم باید با پلیس ترکیه ارائه بده. بعدش هم اون میره ترکیه. من میخوام روشن کنم که مثلا خب پناهجویی که از ایران میره ترکیه باید اینو بدونه که کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل هیچ هزینه‌ای بابت مثلا اجاره خونه و مثلا عیاب و ذهاب یا احتیاجات مثلا اینا هیچ کمک هزینه پرداخت نمی کنه. یعنی هر کس میره ترکیه باید روی جیب خودش حساب کنه، روی سرمایه پولی خودش حساب کنه، بتونه با مقدار پولی که داره توی هر شهرستانی که میخواد خونه اجاره کنه بتونه اجاره رو پرداخت کنه، بتونه مثلا از پس
مثلا 4-5 سال پناهندگی توی ترکیه بر بیاد و الا رفتن به ترکیه ممکنه مثلا پشیمونی بعد دنبال داشته باشه، ممکنه بره اونجا بگه خیلی بدکاری کردم اومدم، من از پس این شرایط پیچیده و سخت بر نمیام، چند سال اینجا باید انتظار بکشم، بعدم هنوز اگه 5 سالم انتظار بکش که خیلی بیشترم انتظار میکشن و به هیچ جایی نمیرسن و این میتونه مثلا مشکل آفرین باشه برای خودش، برای خانوادهش، برای بچه هاش، برای تحصیلاتشون، برای ادامه زندگیشون، برای اون دورنمایی که برای خودشون، برای زندگیشون مثلا تعیین میکنن، ممکنه مثلا این پشیمونی رو بعد از مدت ها بده اون مال بیاره و اون موقع مثلا خیلی ها این کار رو میکنن، واقعا عصبی میشن، ناراحت میشن، افسرده میشن، خیلی با مشکلات متعددی روبرو میشن و این دوستمون هم باید تمام این ماجراها رو بدونه و بعد درک این مسائل و بعد دوراندیشی کامل پد اصلی پناهندگی بذاره. الان مستقیما میخواد بیاد اروپا پناهندگی بگیره یا میخواد بره ترکیه و به دفتر سازمان ملل مثلا خودش معرفی کنه. این کل داستانی هست که به هر حال اینکه کیس مذهبی اون داره، خب بالاخره مذهب یکی از شاخص‌های پذیرش پناهندگان در سازمان ملل و در کل کشور اروپایی هم هست. ولی اینطور نیست که هر کس بگه من مذهب اینجوریه بهش اقامت بدن، هر کس بیاد بگه مثلا من این کار رو کردم در ایران انتظار داشته باشه اقامت بگیره، چه اونایی که کس مذهبی دارن، چه اونایی که کیس سیاسی دارن، چه اونایی که کیس اجتماعی دارن، همجنسگرایی مثلا فلان فلان، خیلی از اینا باید بتونن ثابت کنن این مسئله رو. یعنی همین سادگی نیست بگه من کیس مذهبی دارم، مثلا فکر کنم که مثلا تو ایران رفته مسیحی شده، بهایی شده، یه چیز دیگه شده، ولی اینو باید بیاد توی ترکیه، توی سوئد، توی هر کشور دیگه قرار بگیره، بعد بتونه به راحتی از کیسش دفاع کنه، به راحتی بتونه ثابت کنه با مدارکش، با شواهد زندگی که داره، با مثلا توضیحاتی که مثلا میتونه برای مقامات امور پناهندگی بده، بعد بتونه ثابت کنه جونش در خطر بوده، بعد بتونه ثابت کنه مثلا تحت تعقیب بوده در ایران، بعد حداقل ببینن که مدتی مثلا تا میاد بیرون توی ایران مخفی زندگی میکرده، یعنی بالاخره خونش رفتن، محل کارش رفتن، دنبالش افتادن که بگیرنش فلان. باید اینجوری باشه، اگه نه واقعا صرفاً به خاطر اینکه من مشکل داشتم و من مثلا یا بعد 2 روز زندانی شدم کار درست نمیشه برای هیچ که. باید این آمادگی لازم و هر پناهندهی داشته باشه واقعا و با این آمادگی همه نظر امکانات مالی که باید داشته باشه، همه نظر آشنایی با قوانین پناهندگی و مسائلی که در اون کشوری که میخواد بره باش روبرو میشه و با این درک به نظر من باید وارد بشه، اگر نه خیلی مشکله، خیلی سخته، به ویژه تو این دوره که ما میبینیم این کشورهای اروپایی که من تو الان در زندگی میکنیم بسیار بسیار پناهنده داره میاد از اون کشورهایی که جنگ هست، مثلا سوریه، عراق و سایر کشورهای دیگه. به این خاطر کار سختی پناهندگی، ولی اگر آدم ها این آمادگی رو داشته باشن، باز به هر حال امروز هم میتونن اقامت بگیرن توی کشوری زندگی بکنن. بله، مرسی. خب سوال دوممون مربوط به شخصی است که از آلمان برای ما ایمیل زدن. گفتن که جناب آقای اسدی، من پیشتر به شما ایمیل زدم ولی پاسخی دریافت ننمودم. من یه توضیح در مورد این مسئله بدم. امیدوارم که شما عزیزان عذر ما رو در مورد این دیر پاسخگویی به سوالات بپذیرید، به دلیل اینکه به هر حال حجم برنامه ما اندک هست و سوالات شما عزیزان زیاد. اینجا جنوبی ترین قسمت آلمان هست و دسترسی به شهرهای بزرگ مثل اشتوتگارت به واقع سخت و پرهزینه می باشد. از طرفی ایرانی هایی که در این هایم هستن، فکر کنم منظورشون از هایم کمپ هست،
و سایر پراهنده ها که بسیار ایجاد سرصدا می کنند برایم غیر قابل تحمل شده اند. الان چند روزی است که صحبت نمی کنم ولی از نظر روحی کاملا تخریب شده ام و نیاز به تغییر جا و آرامش دارم. چند روز پیش دکتر رفتم اما هنوز کاری برایم انجام نشده است. عاجلانه خواهشمندم که راهنمایی بفرمایید که بنده چه کاری باید انجام بدهم. با تشکر محسن. کار سختیه، مثلا برای ما هم کار سختیه. بله. خب ما خودمون در آلمان زندگی نمی کنیم، هرچند بالاخره ما واحد فدراسیون تو اون کشور داریم. این دوستمون هم میتونه مثلا به اون زنگ بزنه و از نزدیکتر راهنمایی بخواد، ببینه چیکار باید بکنه. ولی چیزی که خودم میخوام بگم اونم این که واقعا اگر میتونه مثلا این دوستمون مثلا فکر میکنه توی اون کمپی که زندگی میکنه، توی های میگه مثلا زندگی میکنه، زندگی سخته، با کسایی مثلا درگیری پیدا کرده، چه میدونم از نظر فرهنگی نمیتونه مثلا اداره کنه، رابطش رو تنظیم کنه و بقیه مثلا متخاذیان پناهندگی که در اون کمپ هستن. منم میفهمم که مثلا آدم توی این کمپ ها به دلیل این که مثلا تنوع آدم ها خیلی زیاد هست، میدونم در خیلی جاها همه چیز مثلا جمعی هست، از سالن غذاخوری تا مثلا دستشویی، توالت، حموم، همه چیز به صورت اشتراکی هست، به صورت مثلا اشتراکی و جمعی هست. خب خیلی سخته، آدم ها بالاخره احتیاج به آرامش بیشتر دارن، احتیاج به میخوان مثلا سلیقه خودشون رو با کار ببرن، با فرهنگ خودشون مثلا چه میدونم کاری بکنن. بعدش هم بعضی از کمپ ها بیوجه کمپ هایی که مثلا کمپ پنندگی توی آلمان بسیار بسیار آشفته است، بسیار بسیار به هم ریخته است، قدیمی هست، استاندارد بالایی نداره برای زندگی، مثلا از نظر اتاق، از نظر تخت، از نظر محیط، از نظر مثلا امکانات که باید در اختیار داشته باشن. و و و و بدتر از همه چیز مثلا تا حال رفت و آمد مثلا کمتر میتونن بکنن. اینا هم مسائلی هستند که در هر کمپی که نگاه بکنی وجود داره. ممکنه این دوستمون مثلا بره پیله کنه به اداره مهاجرت توی اون بخش، بگه من طاقت نمیارم اینجا و روحیم نمیخوره، خواهش کنه که مثلا بندازن منطقه دیگه، بندازن مثلا کمپ دیگه، چه میدونه خواهش کنه که مثلا اتاق بهش بدن بره توی شهری زندگی بکنه. الان مثلا اینجوری شده که توی آلمان تازگی هم داره مثلا یه جوری مثلا بهتر میشه، پناهجویانی که مثلا قبلا تا سالها باید توی کمپ زندگی میکردن، الان بعد از 3 ماه اینا میتونن به هر شهری برن و اونجا خونه بهشون میدن، مسکن بهشون میدن، امکاناتی بیشتری در اختیارشون قرار میگیره. دیگه کمپا اجباری نیستن مثلا تا زمان اقامتشون چندین سال تو کمپ بمونه. این دوستمون هم میتونه از این شرایط استفاده بکنه. این مقررات یه داره توی آلمان به هر حال به تصویب میرسه. خیلی از استانهای مختلف به طور مشترک قراره این پناهندگانی که مثلا در بعد از مثلا پروسه مثلا پناهندگیشون برای در طول رسیدگی به پروسه پناهندگیشون امکانات در اختیارشون میدن، خونه بهشون میدن، اون هم میتونه بالاخره تقاضا کنه توی اون کمپ نمونه. خیلی این کارو میکنن، واقعا موافق میشن و با وکیلش تماس بگیره، مثلا میتونه با پزشک مراجعه کنه که داستان زندگی خودش و وضعیت روحی خودش و این مسئله که وجود داره. اونجا هم پزشک هست، حتما توی هر کمپی که توی اروپا همینجوری، توی هر کمپی که زندگی میکنه بالاخره میتونه دسترسی به پزشک پیدا کنه، بگه شرایط روحیشو، بگه دلایلشو، بگه شرایطی که ازش برخوردار هست توضیح بده، شاید کمک کنه مثلا از اونجا انتقالش بدن. اگر نه واقعیت این که بعد بمونه و زندگی کنه تا کارش به جایی برسه. آقای اسدی، به این اشاره کردید که فدراسیون در آلمان هم دارای واحد هست. این دوستمون چطور میتونه با واحد فدراسیون توی آلمان تماس بگیره؟ خب این دوستمون میتونه، من الان واقعا تلفن مثلا
همکارانم توی آلمان رو ندارم همین الان، ولی اینا میتونن بعداً با ما تماس بگیرن اگه بخوان، تلفنشون رو در اختیار میذارم و سعی میکنیم که فرصت خوبی بود. و راستش مثلا از این به بعد میشه توی همین برنامه هم تلفن کسای دیگه تو شهرهای دیگه تو کشورهای دیگه هستن معرفی. یه جوری اعلام کنیم مثلا برای همین بینندگان و متخزین پناهندگی به درد میخوره. ولی واقعا میتونه مثلا با خانم شهناز مرتب توی فرانکفورت هست تماس بگیره، شاید مثلا بیشتر کمک بگیره از این طریق، بیشتر راهنمایی بگیره از نزدیک. این کاری هست که باید بکنه. مرسی. من برای این دوست عزیز یک پیشنهاد دیگه ای هم که دارم، برنامه قبلی ما در مورد قانونی بود که آقای اسدی توضیح دادن به تازگی در حال تصویب در دولت آلمان هست برای پناهجویانی که نیاز به تغییر جا دارن. برای همین به شما دوست عزیز پیشنهاد میکنم که حتما این برنامه رو ببینید، در طریق یوتیوب میتونید این برنامه رو نگاه کنید. سوال بعدی ما متنش به این صورت است که: سلام، خسته نباشید. بنده در ایران هستم، سالهاست که با افکار انسانی و فعالیت‌های انسانی شما و حزب کمونیست کارگری آشنا هستم. در حال حاضر در ایران فروشندگی لباس می‌کنم. من خودم را یک کمونیست و پیرو منصور حکمت با آقای حمید تقوایی می‌دانم، چون با افکار آنها 100% موافقم. راه حل ایران فردا در دستان کمونیست کارگری ایران است. از شما یک سوال دارم و درخواست کمک دارم. میخواستم از ایران خارج بشوم و در یکی از کشورهایی که بتوانم راحت تر پناهندگی سیاسی درخواست بدهم. من و خانواده ام مجموعاً 3 نفر هستیم و یک پسر 7 ساله هم داریم. اگر اشتباه نکنم آقای اسدی، این دوستمون یک ایمیل دیگه هم برای ما بعدش گویا فرستادن. ظاهراً ایشون با سازمان جوانان کمونیست کارگری هم در ارتباط هستن، چون راه‌های تماس با ما رو از این طریق پیدا کردن. حالا ممنون میشیم که شما سوالشون رو جواب بدید. از سوالشون اینه که خب گفته بالاخره از نظر سیاسی به حزب کنسکارگری نزدیک است، حق سازمان جوانان ما رو پیدا کرده و میخواد مثلا خودش و بچهش و زنش رو بیاد پناهنده بشن. بله. خب برای پناهنده شدن میدونین که ما همیشه توصیه میکنیم که کسایی که میخوان از ایران خارج بشن سعی کنن که مثلا ویزای کشوری رو بگیرن خارج بشن. من الان جز این که مثلا این توصیه رو بکنم به این دوستمون، من میدونم همچین کسی که خودش توضیح داده خب میتونه منجر به گرفتن اقامتش بشه. کسی که مثلا سیاسی هست میخواد بیاد اینجا مثلا کیس سیاسی بده به خود خودش که مثلا وابسته یا هوادار مثلا حزبی مثل حزب کنسکارگری ایران هست یا عضو مثلا سازمان جوانان این حزب هست، خب خیلی روشنه که این طور کیس ها میتونن اقامت بگیرن، میتونن به هر حال مسائل مهمی که دارن مطرح کنن. یکی از شاخص های پذیرش پناهندگی هم کسایی هست که به دلیل عضویتشون در یک حزب سیاسی مثلا تحت تعقیب قرار میگیرن، به دلیل فعالیتشون، به دلیل مسئولیتشون، به دلیل نوع کاری که تو کشور انجام میدن رژیم نسبت به وجودشون حساسیت پیدا میکنه و هر لحظه و هر آن ممکنه مثلا اینا رو دستگیر کنه، بازداشت کنه و جرم خیلی سنگینی داره. در نتیجه کسی که واقعا بتونه ثابت کنه این تیپ کارا رو در ایران انجام میداده، خب 100% میتونه اقامت بگیره. این دوستمو اگر خارج بشه از ایرانم به هر جایی دسترسی پیدا بکنه، به هر کشوری میتونه با ما هم دسترسی پیدا بکنه و از نزدیک کمکش کنیم و از نزدیک راهنماییش کنیم، مثل بقیه پناهجویانی که از سایر کشورهای دنیا زنگ میزنن و کمک میگیرن و کمکشون میکنیم. مرسی. سوال بعدیمون متنش به این صورت هست که: جناب آقای اسدی، با سلام خدمت شما. دایی من در آلمان سکونت دارد و قرار است که برای من دعوتنامه بفرستد.
از چه طریق و از چه راهی میتوانم برای پناهندگی اقدام کنم؟ اگر از سفارت آلمان در ایران ویزا بگیرم و اثر انگشت بدهم، آیا از طریق پناهندگی میتوانم اقدام کنم یا خیر؟ سپاسگزارم. این دوستمون هم که لابد میخواد با ویزای آلمان مثلا بره توی آلمان، بله، خب این راحت تره به نسبت پناهجویانی که مثلا اگه با ویزای کشور دیگه بیان برن تو کشور دیگه، اونا باید 6 ماه صبر بکنن. ولی این دوستمون چون ویزای خود آلمان رو داره و مستقیما میخواد بره آلمان درخواست پناهندگی بکنه، بهترین راه اینه که همون هفته اول بره درخواست پناهندگی بکنه. اون دیگه به کشور دیگه برگردونده نمیشه مگر اینکه در طول پروسه پناهندگیش جواب رد بگیره و دیپورت بشه و یا مثلا خطر دیپورت تهدیدش بکنه. ولی اون میتونه با همون ویزایی که مثلا گرفته وارد آلمان میشه، همون روز اول دوم میتونه خودشو معرفی کنه، درخواست پناهندگی بکنه. میدونم که برای اون کسایی که مثلا کیس سیاسی دارن یا کیس نوعی فعالیت توی ایران دارن ولی با ویزا وارد کشور میشن، سوالات مختلفی در مقابلشون قرار میگیره از طرف مثلا ادارات امور پناهندگی و کلا و اینا. اونم این که بالاخره تو با ویزا اومدی، قانونی از ایران خارج شدی، چگونه هست که جلوت رو نگرفتن؟ اگه مثلا قبلا رژیم به دلیل مثلا فعالیت تو نسبت به وجود تو حساسیت نشون داده، تحت تعقیب قرار گرفتی فلان فلان، چجوری میتونی با ویزا بیایی؟ خب اینا هم راه داره، برای توی همین برنامه ما سر همین مسائل صحبت کردیم، بحث کردیم. برای این دوست عزیزمونم اینم این توضیح میخوام بدم که واقعیتش اینه که سازمان ملل و دولت‌های اروپایی و اداراتی که مربوط به امور پناهندگان هستن براحتی اینو میدونن، اینو میدونن توی کشوری مثل ایران. خب همه آدمایی که تحت تعقیب قرار میگیرن و هر کدوم به یه دلیل بلافاصله ممنوع خروج نمیشن، اینو باید بدونن. خیلی ها میرن ویزا میگیرن و میبینن و ممنوع خروج نیست، براحتی میاد بیرون. ممنوع خروج همیشه برای کسایی هست که خیلی شاخص هستن، خیلی مشهور هستن و توی کشور مثلا وزنه‌ای هستن، رژیم به نفوذشون، به وجودشون، به بحث‌هاشون، به سخنرانی‌هاشون، به مثلا تماسشون با رسانه‌های مثلا خارجی و غیر و ذلک هست، به این تیپ آدم ها ممکنه مثلا بیشتر مورد مثلا هجوم مثلا رژیم هستن یا مورد نظرشون هستن که نظرن خارج بشن از ایران، نظرن ویزا بهشون بدن. اگه مثلا تا دیروز پاسپورت داشتن پاسپورتشون از بگیرن. خیلی مثلا برای اینا مثلا اینجوری هست، ولی برای یه دانشجویی که مثلا اونجا مورد اذیت و آزار قرار گرفته و یا در صدد مثلا دستگیری هست و اینا براحتی میتونن، یا مثلا یک کارگر فعالی که ممکنه مثلا بارها مثلا کارگره رو دعوت به مبارزه کرده با دولت کار داشته، مثلا اعتراض را انداخته، اونم کسایی هم که قبل از اینکه ممنوع خروج بشن براحتی میتونن از ایران خارج بشن. در نتیجه اون هم راه داره، جواب باید دارد، بقیه صحبت های طرف مثلا میتونه کمک بکنه. تمام اون چیزایی که به حال بوده در ایران، اون مسائلی که مثلا فکرش کرده مثلا، همه اینا رو بتونه به خوبی ارائه بده، اون موقع هست که به حال بتونه یا مقامات امور پناهندگی رو قانع کنه که مشکل داشته ولی به راحتی هم تونسته بیاد بیرون از ایران. به این دلیل به این دلیل به این دلیل خیلی که خیلی وقتا در این مورد صحبت کردیم و فکر میکنم که واضحه. بعضی از متقاضیان پناهندگی خب همه چیزشون رو گره میزنن به این نقطه که خب اگر ما با ویزا میایم
چگونه بتونیم ثابت کنیم. ولی ما الان میتونیم ثابت کنیم که توی همین شهر، توی همین کشور، ده ها نفر ما توی همین سال گذشته داریم اقامت گرفتن، همشون با ویزا اومدن و از راه قانونی اومدن. به هر حال میخوام بگم که بستگی داره طرف چقدر حرف برای گفتن داره، چقدر دلایل خوب داره و چقدر دلایل قوی داره. درسته آقای اسدی، ما وقت زیادی نداریم. من سوال آخرم رو ولی دوست دارم بگم، حتما ممنون شدم که کوتاه پاسخ بدید. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای اسدی عزیز، من و خواهر و دامادمان به مسیحیت علاقه‌مند شدیم و چون در ایران همونطور که میدانید شرایط سخت است و قوانین برای نوکیشان اعدام است، مجبور به مهاجرت به ترکیه شدیم. ابتدا به دفتر آسام در آنکارا رفتیم و ثبت نام کردیم و در تاریخ ماه 6/2016، یعنی بیشتر از یک سال و نیم دیگه، بهشون نوبت دادن. از شما میخواییم که ما رو کمک و راهنمایی کنید درباره کیس، کار و آنچه که لازم میدانید ما بدانیم. با تشکر، احسان مرادی. اوکی. این دوستمونم میتونه تماس بگیره، میتونه تماس بگیره که ما کمکش کنیم. من حالا اگر مشکل مثلا دلایل پرندگی مشکل داره، اسناد داره که مثلا داره، فکر میکنه کافی نیست، فکر میکنه که باید سوال کنه چیکار باید بکنه برای مثلا مصاحبهش و اینا، و میتونه با ما تماس بگیره. ما حتما نوبت برش میذاریم، کمکش میکنیم، راهنماییش میکنیم. در ترکیه به هر حال راحتتر میتونه تماس بگیره تا داخل ایران. معمولا تو داخل ایران بعضی میترسن، خیلی نمیتونن صحبت کنن توی تلفن، ولی در ترکیه میتونه زنگ بزنه از طریق اسکایپ، از طریق تلفن و هر طریق دیگه خودش خواهد میتونه تماس بگیره. به هر حال کمکش میکنیم، راهنماییش میکنیم. اینکه کیش مذهبی داره، بالاخره ما تو سالات قبلی هم جواب داریم. کیش مذهبی هم یکی از اون شخصهای پذیر پرندگی هست در سازمان ملل. امیدوارم مثلا کیشش طوری باشه که اینا رو به عنوان پرنده بپذیرن. ولی همین دوست عزیزمون هم بعضم توضیح بدم که خودش رو باید آماده کنه، با توجه به اینکه مثلا مدت هست اونجا، تازه مثلا برای ما شیش مثلا سال 2016 وقت مصاحبه برش گذاشتن بسیار بسیار طولانی هست و ممکنه همین دوستمون 5-6 سال در ترکیه بمونه تا اینکه شانس پیدا بکنه به یک کشور مثلا اروپایی یا کانادا یا استرالیا یا جای دیگه مثلا بفرستنش. واقعا خیلی طولانیه، به دلیل اینکه الان شاهد این هستیم در ترکیه تجمع خیلی بزرگی از پرندگان ایرانی، پرندگان افغان، پرندگان سوریه و آفریقا و خیلی دیگه پر هست ترکیه. به این خاطر قدرت سازمان ملل هم بیشتر از این نمیشه. تازه مثلا قبلا سازمان ملل فقط در تو شهر مثلا وجود داشت، ولی الان نمایندگیش از تو شهرهای بزرگ مثلا ترکیه، برای اینکه همونجا رسیدگی میکنن به امور پرندگان. به هر حال به دلیل وسعت زیاد یا مثلا تجمع زیاد پرندگان در ترکیه، کارها بسیار بسیار به کندی پیش میره و این مشکلات هست. خب ما هم از شما دوست عزیز آقای احسان خواهش میکنیم که با فدراسیون تماس بگیرید، حتما براتون نوبت گذاشته میشه و بهتون کمک میکنه. راه های تماس با فدراسیون سرسری پناهندگان ایرانی رو در پایین تصویر میتونید ببینید، از همکار عزیزم بابک ایدیپور که وظیفه فیلم برداری این برنامه رو به عهده داشت تشکر میکنم، همچنین حسین خزایی که وظیفه ادیت برنامه رو به عهده دارن. ما منتظر سوالات شما، پیشنهادات شما و نظرات شما هستیم. شاید به کندی توانایی پاسخگویی به سوالات شما رو داشته باشیم، ولی حتما پاسخگو خواهیم بود. مرسی که به این برنامه نگاه کردید. من ساعت‌ها و روزهای خوشی برای بینندگان عزیز آرزو می‌کنم. مرسی.